سلام و عرض ارادت خدمت شما دوستان گلم امروز میخوایم ریاک بزنیم به پادشاه کلش رویان اکه سی سی دنیا با تحکیب ماینر پویزن ببینیم با شلایت افثانهی واسه ما چه میکنه خورده به کودیگو کودیگو به اچه پلگیر مسابقات جهانی کلش رویان یوتیوب هم گویا داره دوستان گلم منشون که نماد کانتنت کریتوری داشت دیگه بحش درست میگم فکر کنم درست دیدم خب دکش رو نمیدونم دک کودیگو رو بحش نمیدونم الکترو جاینت نمیتونه باشه چون که فیشر من داره میتونه که آرژی باشه بعد اطلاع 90 درصد ترکیب کودیگو بحش آرژی هستش نه جاینت گوبلین خیلی عجیبه آخه بچه ها جاینت کنیم با فیشر من دیده بودیم خیلی عجیبه محمد لایت با یه ماینر عالی که این تا با رو انجام میده و اینجا واو واو دوستان گل ما خیلی کم پیش میاد محمد لایت به اکسی کم بیاره خیلی عجیبه آخه لایت پلگری نیست که بخواد در کسی شماری زیاده روی بکنه و اینجا تو یک سری یک برابر همچین دمجی بخوره لایت همچین پلگیری نیست واقعا عجیبه دک مقابل ها من نمیدونم دک عجیب فیشه من نیستم معمولا خب توندک اندک تیر و ریج میارن اومده به جای ریج فیشر من گذاشته فکر کنم میخواسته یه هوک پلگری رو اسنایب بکنه چون رنگشون بچه پایینه تو این رنگ اسم اسنایب زیاد هستش یه دفاع عالی از شریف دفاع بچه و بی نقش اعتمالا راست جانت گولین بله چون که سمت چپ هم بولر داره سمت راست جانت گولین رو انداخت آخ, آخ, آخ یه تیر هم اینجا زد آخ آخ لا کم رو نه دفاع بچه و دفاع بعدی نبود بهتر از این نمیشد خب حریف تیرمیرش رو بهتر از این بحچه نمیشه معاملات میتونه کامبک بزنه ده که مانه پوزه بحچه که وحشیه میتونه کامبک بزنه ولی خب کار آسانی نیست تسلای تکامل رو نیستم بازی میکنن تکامل خوبیه حتی باش چند تا ایکس یه یک دنیا هم رفتن تو سیزه ولی خب من توسیه نمیکنم من خوشم نمیاد چرا مسلط دفاع میکنه حریفش با چون میبینین خیلی مسلط دفاع رو انجام میده انجام هم اکسیر لایت رو ببینین حریف نایت داره بوله داره تازه اکسیرش با لایت برابره نکنم این عمله جمع بشه چون پوزنش هم زده لایت آه خواه خواه. نه تاش از کردم حریف در اکسیر شماری خیلی جلو بود لایت دیگه نتونست این عمله رو جمعش بکنه حریف بچه رو نشد تمام شده دارم یه دونه تیر بزنه کار تموم هستش مرسی چهار رو انداخ بوم تو. میگم اون اکسی یک برابر دمجی که لایت خورد همونجا کارش دوستان گل ما تمام شد که از لایت هم بعید بود رنکش اومده چهل چه ببینیم چه میکنه واسمون لایت اوه او خورده به دامینیک دامینیک بچا یکی از خدایان ترکیب لاوا هستش که با این دک رنگ که یک صد دوستان گل محشوخی نیست دامینیک دفاع رو کلا میکنه میره باسه لاوا معملای تسلاش تکامل پویزن داره لیتل پرنس هم داره فکر کنم اون دکو بتونه بزندش خب مم. معاملات به لیتلش رو جوری انداخت که بعد از اینکه بالون دفاع شد لاوا پابز رو بزنه میبینی؟ هم سمت راست رو دفاع کرد هم سمت چپ همش بچه ها گوشته میخوام. همش نقطه از میخوام همهش نکته هست حواستون رو جمع کنه ده که مقابل فکر کنم گاردم داشته باشه جیدن بچه ها مود شده والکری تکامل و گارد رو میرن توی لاوا جیدن من دیدم اکثر ویژن لاوا رو والکری تکامل و گارد استفاده میکنن جفتشون هم بچه ها قوی گارد بعد با فوق العاده شده والکری تکاملا بعد باف عالی شده بافی که خود واقعا باف مشتی بود پونزه درصد بچه جونش بیشتر شد پونزه درصد کم نیست آره به نظر من لایت میزنه دامینیکو البته خب دامینیک هم میتونه بزنه زب تکاملی که داره لیتل پرنس رو دفاعش میکنه باشو یه زب تکامل و تیر لیتل رو پرپرش میکنه لایت خورد خورد عمله میکنه نامرد که اون نتونه عمله مشلی بزنه او دامینیک بچه ها والکیرش رو زود انداخت یه کچولو باید دیرتر منداخت که لیتل پرنس بیار جلوتر که با چرخشی که والکیری میکنه لیتلو هم بکشه ولی خب میگم یه کوچولو زود انداخ چه عجیب دوستان گل من معاملات لیتلشو واسه حمله انداخ خیلی هم ایزی دفاع شد خیلی هم ایزی بچه دفاع شد فکر کنم زپد دامینیک بچه تکامل باشه مطمئن نیستم لعنتی دوستان گل من زپش تکامل بود داره بعد شو این تسلایی که محمد لایت انداخت رو دیدین تسلا شو جوری انداخت که مستقیم بالونو رو بزنه درگیر مگامینیون و لاوا نشه واقعا کارشو بلده اون گاردی که بچه داره میبینی اون گاردی که دامینیک داره کارو تو دفاع واسه آسون میکنه اون گارده رو مصرف کارو در میره اگر مثلا یه والکیری و تومستون بود خیلی کاره لایت آسومش رو آخ 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 والکیری سمت راست دمج سنگینی داد هم که لایت پشت و لاواش و بچه پر کرد میتونه دفاع بشه فقط با پویزن رو سکرش بکنه آخ 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 پویزن وا آخ تاو میکن دوستان گل من محمد داد تسلاش تکامل بود لیتل داشت هم داشت من فهمی کردم ویم بگیره ولی اون, ت... اون زف تکاملی که دکه مقابل داشت دخل لایتو آورد اکانت اصلیش که نه، اکانت دوم رنکی بیستون و رو اکانتاشم رنگ شده نامد این هم ببینیم چه میکنه واسمون لایت با ترکیب مشتی ماینر پویزن که من معتقدم دامینیک رو باید میزدش حریفش رو بچه ها نمیشناسم ولی حدس میزنم اینم لاوا باشه احتمال خیلی زیاد بله کلا لاوا خیلی زیاد شده فصل پیش بچه ها لاوا خیلی نبود ولی جدیدن شده نمیدونم فکر کنم لاوا ضد ترکیب دریل هسته چون دکای دریل معمولا پویزن دارن و لیتل پرنس ندارن پویزن و بومبر هستن بومبر هم که بچه هوایی رو نمیزنه کارشون آسون لاوا فکر کنم این سیزن به این علت لاوا زیاد شده تکامل والکیری هم که خب بچه ها قوی شد سر همینم هم. لاوا رو با والکیری و گارد میارن هم والکری بافه و هم گارد افتشون بچه فوق رو داشتن همیشه گفتم اگر گارد به دکه من میخورد قطعا توی دکم از گارد استفاده میکردم شاکار بچه و گارد لایت داره کارت میریزه که عریف نتونه رو از بک بندازه لاوا قبلی هم بچه و ترکیبش همون ورژن مقابل بود که لایت متاسفانه بازی و داد ببینیم این بار چه میکنه واسه همون لایت لایت دوستانه گل من معمولا لاوا رو میزنه این بطل قبل هم که باخ واسه من خیلی عجیب بود آخه تسلای تکامل داشت میدونی تسلاش هم تکامل بود خیلی واسه من جای سار بود واقعا این نایت دمج سنگینی میزنه این نایت سه تا بچه میزنه یک دو سه حرف شادو کاملا درست بود ماینر از بک اوه این باتل به سود لایت داره پیش میره اعتمال 90 درصد لایت بچه و باتل و وین بگیره خب حال لاوا یه قبلی بچه ها دامینیک بود دامینیک خدای لاواس مثل این پلیر ها نیست دامینیک بچه با کسی شوخی نداره شما سطح دفاع لایت رو ببین بدونه که به تسلا دمجی بخوره بولونو بچه رو دفاع کرد میبینی؟ لایت دوستان گل من باج نمیده اگر لواپلیر قبلی لایت رو لوله کرد و خیلی رفی بود لعنتی دامینیک دوستان گل من با کسی تعارف نداره اینجا به نظر من پویزنش رو باید بزنه لایت اینجا باید بزنه باره مرسی مرسی دابلت اسلام میکنه و دفعه رو خیلی تعمیز معاملات رو انجام میده دو تا ماینه ساکیل بکنه کار تموم ازش باشه اکسی دو برابره لوا خوب عمله سنگینه دو تا ماینه پویزن بکنه کار تموم ازش اینجا ماینه دمج خوبی میزنه فعلا پوزن رو نزنیم لوا برچه روی پر مندازه پشتشم بالون بازی باخ میدهیم سب بکنیم اول دفاع بعد اینجا پوزینتون رو میتونیم فکر کنم پشت لاوا بالون آره تا تسلاش رو لایت انداخ سمت چپ لاوا بالون کرد ولی خب به لطف لیتل پرنسی که تو بطل بود لایت تونست سکار ساکل بکنه و سریع تسلا بعدیش رو بیاره یه ماینر یه میگم میگم بچه لایت تسلا داره لایت پویزن داره تسلاش هم تکامل باید بزنه رو اونم میتونه بزنه چون زپش تکامل رو دیگه لیتل پرنس رو دفاع میکنه ولی خب لایت هم وین ریت مناسبی داره جلونده مرسی دفاع تو این عمله اعتمالا کار وحش و تموم هستش اکسی سه برابر رفاس ساکه اکسی سه برابر که شد میتونین مثل محمد اسپل سایکل بکنه بکنین بارون هم دفاع میشه یه تسلا خرده تموم شد رفت ماه شد خیلی تمیز معملات های تیم لوی میگیره ماه شد بشه آفری پیش به سوی ادامهاش با لایت افسانه ای دیوونت هم محملات علی فرچا بومبرش لیول چارده یه لیول کمتر باسم لاوا بابا دهش بردار دهش بردار عجیت هم نکن یعنی بچا واقعا بازم لاوا یعنی چی؟ آقا بچا چند تو لاوا خه ولی فکر نمی کنم لاوا باشه واقعا باید بدونم چون لاوا و رو با بربر بر نمیارن به نظر من گالم هستش به نظر شما بچه چیه؟ من میکنم تحکیب بریف گالم هستش لاوا باید بدونم لیتل پرنسی دو تا به تاور میزنه نه یه دونه زد و باسم لاوا من ارز کردم بهتون لاوا بچه ها زیاد شده چون دکای دریل هوای زن ندارم و دریلم هم متا شده از طرفی لاوا هم زده شو به امین لط لاوا هم زیاد شده آخ 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 لایت بچه پویزنشو باید بزنین بربر رو بدون پویزن من فکر نکنم چرا؟ چرا؟ او این حرکت رو زد ولی خب آیست رو باید بندازین جا حریفش واقعا باهوش بود چون بچه ها لایت پویزنش رو زده بود سریع اومد پشت لاوا به که بالونش رو بندازه اول بربر انداخت با همون بربر اکسیل لایت رو کشید بیرون و بالونش رو به تاور کانکت کرد اینجا لایت باید با تسلا دفاع بکنه آره کارت بهتری بچه ها نداشت خودش خب اینم تقریبا مثل اونا اسکار فکر کنم با تیر هستش ولی بله خودشون به جای اینکه دوستان گل من از تکامل والکری استفاده بکنه از تکامل بربر استفاده میکنه و به جای گارد اومده چیز رو بمب بومبی رو برده حریفش خیلی حمله بازی میکنه میبینی حمله بازی میکنه و با فکر بازی پیش میره این بالون دمیج سنگینی میزنه به لایت همینطورم شد بازی دوستان گل من برابره جفتشو میتونم بزنن تسلای بعدی معمل های تکامل تسلای تکامل خیلی کمک کننده هست لایت سری عمله میکنه کریفش نتونه بالون بندازه ولی خب اونم کل خر و بالونشو انداخت عجب تسلای تکامل مرسی تسلای تکامل بچه ها بربر و واسه لایت دفاع میکنه بازی برابره به نظر من به سود لایت هستش بازی چون میتونه دفاع بکنه لایت آره لایت میتونه دفاع بکنه جانم لایت بچه و اسپریت و تسلا شو انداخت و از لیتل پرنس محافظت کرد فکر کنم پویزن بعده پویزنش هم اینجا میزنه فورا باید بره واسه یه ماینر بعدی گارد ماینر پشتن بچه باید کارتاشو بندازه که خب حریف نتونه لاوا و بالونشو با همدیگه استفاده بکنه خب لایت میره با سمله مطمئن باشی لایت بحش و هشو ماینه رو گاردمار رو میدازه الان دیگه میره با سمله میبینی؟ نباید باج بده بده که مقابل از لیتل باید محافظت بشه شود مرسی تون نره بچه محافظت از لیتل اصل اساسی ماست عجب تسلای تکاملی انداخت لاوا و بچه به اون تسلا دفاع کرد باز هم تسلا میدونه چی تو ذهن من میگذره اینکه دامینی شپلگیری بود که تونست لایتو شکست بوده الان ما دو تا لاوا رو مشاهده میکنیم که جلوی لایت واقعا بچه لوله شده هنیش نمیتونم بکنم لایت میزنه پیش فکر نکنم بچه لایت باخت بده باید بدونم چون تسلاش هم تکامله فکر نمی تسلا بعدی الان سایکل شده الان اومده دمش. خیلی عالی این مطل رو بچه لایت ویم میکنه مصمم و خیلی عرفی ما شده پیشن. با این که تاورش رفت ولی من چی گفتم؟ گفتم بازی به سود لایتر چون که تسلا مینده از تسلاش درست محافظت میکرد بازی کاملا به سودش بود زور عریف به لایت نمیرسید رنکشو ببینیم رنکش اومده سی و شیش پیش به سوی ادامهش با برادر عزیز من محمل لایت عاشقتم هالک کو بچه ها نمیشنستم ولی از دکش شات میزنم دریل هستش بله تکیبش بچه ها دریل بازی پر شده از لاوا و دریل پویزنشو میزنه کریزی هالک محمد لایت هم همونو بحشو میره واسه عمله دکهایی که گلده ناید دارن دوستانو گل من معمولا تورنادو هم دارن به نظر من یک کارتش تورنادو هستش گلدنات ما خیلی کم میبینیم توی سری از دکای تیری ماسکیتر هستش که خب نیدو نداره ولی خب خیلی کم خیلی کم دفاع خوب انجام میده لایت ولی خود خب دریل انقدر قویه که به لایت هم دمیجشو دوستانو گل من میزنه با دو تا دریل هزار تا به تاور لایت دمیج میدریف البته خود خب سی ست داشت پوزین زده جفتشون دکار خوبی دارن مچاب خب به نظر من مچاب مساویه بله چون حریفشم هم واسه دفاع ماینه کارت خاصی نداره الله وکیلی مچاب بچه مساویه شاید کمی به سود درل شاید ولی به نظر من مساویه آره خب کمی به سود دریل هم میشه گفت چون گارد داره لایت لایت واسه دفاع درل گارد و بندازه گلدنات بچه ها چسبیده به تابه خیلی خطریه گلدنات خیلی بخشیه چرا لاوا زیاد شده؟ چون شما الان دک مقابل بچه ببینین یه تسلاس ایشکارتی بچه ها هوای زن نداره فقط یه تسلاس و لوا فولزه دونه سر اینکه که بچه ها لوا زده درلگارد لوا زیاد شده اسکله تو بهپا مرسی دو طرفه مشتی از لایت مارشل لایت سند شب گارد گارد با دفاع شواد وگنه مرسی گارد و بدشا ویل میکرد چقدر به شما ارز بکنم هزار تو دمش میخورهم خب این دره خطریه چون که عجیب تسلای تکامل این دوستان گل من دفاع رو داشتی تسلا از روی پل بمبه رو ناکا اوتش کرد سمت راستم هم بایدون لاک دفاع رو انجام داد کارش بلد لنجی تسلای تکامل جلو دکای سایکل بچه ها داره مثلا خود جلو اون دک فایدهش چیه؟ ایش فایده ای نداره ولی بله خب به جای تسلا اگر مثلا بمبرش تکامل بود عریف و بیشاره میکرد اینجا لایت داره خوب فشار میاره باید ماینر بعدیش رو ساکر بکنه ماینر الان اومده اعتمالا بندازی ماینرش رو مرسی اینجا دمج سنگینی میزنه لایت حریف اکسیری بچه نداره مرسی ابیلیتی فکر کنم تا بر برود اینجا نه گلد نایتش و حریفش عالی انداخت باعث شد که ابیلیتی لیتل پرنس ریست بشه وارد. معاملات بچه ها پشته هم عمله میکنه حریف تحت فشار گذاشته باج به حریفش نمیده با یه دونه لاگ و اسپریت و البته کنونه دفع بچه انجام میده کار تا آخر حریفش بچه ها تورنادو میبینی محمد رایت تا ماینه رو از اون گوشه میندازه که عریفش نیدون هستمه میشی لیتل توی زمینه سکار ساکر فعال کار بچه تمام هستش این بومبر هم که از میخوام کنونه هم که یه دونه به دریل بزنه شما بعدش لاک بزنی دریل نابود میشه باید. مرسی از لایت سری رکش رو ببینیم رکی بیست و لایت بعد شد دوباره خورده به دامینیک بار اولی که خوردم به هم خب بعد شد دامینیک بازی وی میکنه ببینیم لایت میتونه انتقام بگیره باز هم بحچه لاوا و باز هم لایت هم ماینر پویزن اومده من میگم این بار لایت میزنه چون بعد از اینکه دامینیک به لایت خورد میکنم دو سه بار بحچه دوباره به لایت لاوا انداخت و الان دستش کاملا جلوی لاوا گرم شده دامینیک اگه سمد و شب بالون بره لاوا کارتی نداره ولی خب این کارو نمیکنه چون که تا کنونر کنونه دفاع رو بچه ها انجام میده عجب بومبری بری عجب بوم بری لایت باز هم جلوی دامینیک اکسیر کمیاره میبینی؟ لا مصرف دامینیک بچه کارشو بلده هر دوباری که به هم خوردن خب بار اولش رو که دامینیک جوری بازی کرد لایت اکسیر کم آورد این بار هم باز جوری بازی کرد که لایت اکسیر کم آورد این نشوندنده ای اسکیل دامینیک کستش جلو لاوا با اچو لایت رو سبک بازیشو خیلی تمیز بازی میکنه میان چیکار میکنه با گاردی که میندازه حمله که لاوا رو به کل نابود میکنه دامینیک سمت راست میره واسه حمله فکر کنم نه نه من فکر کردم محشا دامینیک دفاع رو بیخیال بشه و بره واسه حمله ولی نه ولی بچو نه دفاع میکنه خیلی جالبه آخ 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 البته بومبر داری؟ نه بومبر هم نداره گاردشو انداخت لحنتی یک سونی بچه ها گاردشو دیوتر میداخت دمیج سنگینی میخورد از دمیج گارد بچه غافل نشوید به هیچ با یه نایت نه چندان جالب از لایت لایت لیتل پرنسشو رو سمت چپ انداخت واسه حمله شو جالب تو دفون انداخت ابیلیتی و ماینر خیلی جالبه لیتل به این مهمی رو با لایت انداختش با عمله خیلی جالبه آخ آخ آخ, آخ 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 اون سمت شب بمب سمت شب بچه اون دو تا بزنه دمیج سنگینی میده بعد دوتا تا بچه و زد و دمج سنگینی هم داد بومبه ولی مرسی مرسی به زمانبندی درست و ماینر دمج خوبی میزنه مرسی علی فهد چو اکسیری نداره تبش... کار تموم شده گارد بچو نداره مرسی دامینیک عجله کرد لاواشو از روی پر بچو نباید میداخ اون لاوا رو اگه نمیداخ خدایی در دمش خیلی جلو بود 600 تا دامینیک بچو جلو بود رنگ کلایت تومده 14 کانت اصلیش نو هستش یه بطل بزنه ببینم آره یه بطل با اچو بزنه میرسه و اکانت اصلیش ببینم چه میکنه واسه ما چتی و بحشو نمیشنسمش البته سرید یه چیزای تو زین هست ولی خب خیلی بحشو نه دکشو نمیشنسم شناختی ندارم جاینت اسکلت جاینت من خیلی کم دیدم استفاده بشه و این موضوع رو بچه دقت کردین اکثر بطل که لاج زد هم خودش و هم حریفش کنونه داشتن میدونی چی شد که این موضوع رو فهمیدم الان که حریفش تا برتروپش پرنسستاوره فهمیدم دیدم قبلی کنونه داشتن همشون رو کنونه بچه داره زیاد استفاده میشه احتمال نفش هست بله زیاد داره استفاده میشه اگر اون دکی باشه که من فکر میکنم را شه اگر بچه همون دک باشه اعتمال خیلی زیادم همون ولا جدش این دکی مثل تقریبا مثل بریج اسپمه آره چیز خاصی نداره لیتل پرنس و فلانگ مشین هم اعتمالا داشته باشون دک حالا خیلی من اطلاع ندارم مادرویچ که داره اعتمال فلانگ مشین یا مثلا کنون هم بچه هست احتمالش هست؟ بله هر سه شدو بچه درست بود کارت آخرشم میتونه فلنگ میشین باشه میتونه تیر هم بچه باشه بله هر سه و کاملا درست بود مرسی شدو خب سمت راست لیتل و لایت باید دفاعش بکنه؟ آخ آخ, آخ. نه فکر کردم ابیلیتی لیتل پرنس چسبیده به تاور ولی نه؟ گستو ول میکنه لایت گستو با یه اسپریت دفاع میکنه و میره واسه حمله جانم لایت ولی اسکلت هایی که دفاع رو انجام میدن و نه خیلی تمیز اسکلت ها مردن ولی خب عریفش واقعا پلو گیره که کشافت حمله لایتو با اکسیر کم عالی دفاع کرد <تص> حریف ترسید سری بومبرش رو انداخ <applause> خب لایت زده شه لایت فول ضد ترکیب مقابل هستش اون ترکیب نه خیلی بچا لایت رو اذیتش نمیکنه به هیچ شما سمت چپ به نظر من ابیلیتی رو بزنه نه خب بچا تسلا دوستان گل من جوین تشکیل تو دفاع میکنه اقلانی هم بود رو خود نزنه شما را تسلا تکامل مشاهده بکنین این خود معمولی هم بود به هرچو به همین صورت دفاع رو انجام میدار سر این من میگم خود تسلای تکامل زیاد جالب نیست لاگ پیش بینی زد و بحش لات لات روی اسکلت های تکامل سمت چپ لاگ پیش بینی زد آخ آخ این بومبر یه دونه بچه خوابوند بازی دوستان گل من برابره مچه با لایت هستش کاملا مشو لایته. تنها کار تعریف که لایت رو اذیت میکنه این تکامل بچه و اگرانه هم اذیت کننده هست ولی خیلی نه اذیت کننده ترین کارت ترکیب تا مقابل میبینی بمبر بچه ها بمب خواب و خوراک و از شما میگیره نمیتونه درست کارت بندازی لایت با ماینرش مادویش و بچه دفاع میکنه از شر مادویش خلاص میشه سمت و کنم بره واسه ماینر بعدی فکر میکنم خب نرسی اینجا تسلای تکامل خدایی بچه قدرت خودشو نشون داد و کارتا رو مهار میکنه مم. آخ 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 تسلا وسط مرسی لایت برشا به این عملات باج نمیده ولی دومینیک ولی برشا دومینیک دست اولو بالی بازی کرد دست دوم یه میسه خیلی جوزی داد و باعث باخته شد شد کار علی گل من تموم هستش. گفتم مرشا با لایت بود لایت هم خود. باج نمیده برشا به این دکا رنگ لای تک شده فکر کنم رنگ هفت هشت اومده باشه باشه اجازه بده رنگ هشت دنیا یه بطل تا کاپ 3300 و امیدوارم که بتل رو واسه ما بزنه در هر صورت به ما منتظر لایت هستیم دست به گیرنده هاتون نزنیم ببینیم معاملات عزیز تو رنگ هشت دنیا چه میکنه اسکای رو بچا نمیشناسم ولی فایر اسپریت و والکری نشون یه دریل هستش بچا معملات به دکش دوستان گل من پای بنده همچنان داره ماینر پویزه میزنه ما فکر کنم حریف میخواست چیز بندازه فکر کنم خواست والبرکر چیزی به آخه دلیوری روی پول کم غیر منطقی هستش و اینکه دریل و دلیوری و والکری من خیلی کم دیدم سنگین دکش بحشو خود والکری چهار اکسیر دلیوری هم سه اکسیر یه بیلدینگ هم قطعا داره دکش سنگینه یه لاک بزنه دفاع انجام میشه و نگارد انداخت روپول بومبر نندازه اوه 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 عجب عجب بوم برو نیدو ای واقعا بچه ها چه ایزی هم دفاشو نبینی واقعا بچه ها دریل غفیه تموم شد دوستان گل من معاملات کم پل نیست شما به لایت نمیتونی انقدر ایزی دمج بزنی و قصه در بری ولی بله خب دمج سنگینی زد در اکسی شماری هم جلو هستش خیلی دکش جواب دره این که لایت چرا دره نمیزنه رو بچه نمیدونم لایت خب همه دکار رو بلده خیلی عجیبه که درل نمیزنه حریف به نظرم پویزین بعدی زد خود فایده نداره بچه این پویزین والکری بعدی حریف تکامل بمبر بعدیش هم تکامل لایت دو تا نایت بعدیش شکم آره تسلاش آره تسلای بعدیش تکامله ولی نایتش نه او تسلاش هم نبود آخ خوخ عجب بچه نیدو عجب نیدو میزنه نامد که صحبت حریفش واقعا استاده رنگ هشت دنیاست دیگه بچه شوخی نیست دک مقابل به خاطر دلیوری نیدو و تسلایی که داره بچه لوا رو هم البته کاری سخت داره ولی خب میتونه بزنه تموم میکنش کار لایت بچه تموم هسته چانسی نداره میبینیم من میگم ها با دریله به این علته باج نمیده بچه دریل دریل شما پلیگر باشی بچه باج نمیده فقط با نرف بشه دیره سمت راست کارتاشو میریزه ولی خرجش یه دلیوری و اسپریت یا مثلا دلیوری و بمب رستش دم شده رفت عملا لایت تو سر خور شد تو این بطل فشاری هم شده و میخنده اما اما کی فکرشو میکرد وحشو لایت یه روزی بخواد اینجوری ناکاوت بشه تو ویدیوی من امان از دیده یکی دیگه هم بچا بگیریم به خدا دلم میاد. ویدیو رو قطعش بکنم خورده به هانتر بیا دوستان گل من پر رو گری کردم همچنان بهش ریاک زدم خوردیم به این شاه بطل و غلادش شاه کار بچه عالی دوستان گل من هانتر خدا یه ترکیب آیسپو هستش آیسپو همون دکی که دوستان گل مطور نادو تسلا و ایسپو این داستانا داره دکی مشتی یه و کاملا ضد همه ورژن های هوک هستش هوگا رو باج نمیده مگه اینکه که هوک زلزله و فرکرکر تکامل رو این داستان باشی اون میزنتش ولی خب همچنان زدش نیست مشروع مساوی میشه در اون صورت چون راکت سایکل میکنه میدونیم اون راکت سایکلش بیچاره میکنه شما رو راکت سایکلی که داره بیچاره میکنه شما رو در هر صورت منو چه میشود اینجا مچاپش مقابل ماینر پویزن فکر میکنم که معاملات بچا کارت تانک هم داره خب نایتش تکامله فکر میکنم مچاپ مساوی هستش مساوی هم نباشه به سود ایکسپوه هانتر خیلی عرفه ی بچه خیلی ها ازش به عنوان استوره کل دکای ایکسپو یاد میکنن از هانتر و لیمونتیری چون قدیمی هستن لیمونتیری که خیلی قدیمیه لیمونتیری فکر کنم سازنده ترکیب ایکس بو بوده مطمئن نیستم ولی خب تو ایکس بو واقعا ناماشناس واقعا ناماشناس اینجا فکر کنم هانتر بره واسه ایکس بو بله گاردی که لایت انداخ اشتباه بود تسلای تکامل و ایکس بو کارت تانک میگم مزیرم همینا علی نایتی که انداخت باش میشه که ایکس بو خوب معتل بشه باید هانتر بچه میره واسه راکت ساکل <تص> چون خوب با اکسپو نمیتونه دمش بزنه میره بچه بسیگه راکت سایکل من هم اونجوری میزن اون بیک دقیقا هم اونجوری میزنه آخ 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 اکسپو کی میخواد این اکسپو رو دفاع بکنه نایتش تکامله ولی همچنان به نظر من دفاع این اکسپو خیلی سخته بله اشتباه کرد نه دفاع شو گاردی که بچه لایت تا ورده توی دکش کار و واسهش در میاره دفاع شد ما بشه با اینکه لایت پویزنش رو زده, بود روی تاور ولی باز هم دفاع شد ما شلا. غلط نکنم بره واسه ایکس بو چون لایت کارت تانکشون انداخته نه حاطر عجله نمیکنه آیسفیز رو چرا انداخت جانم جانم بین تسلاهای های تکامل که هم دیگه رو دوشن گل من خونسا میکنن آخ 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 گرفت رو تاور واقعی من واقعی من تموم کار تموم کار جمع میکنم یه نیدوی وحشی وحش و زد عجب نیدوی زد البته لایت هم زده امراش سنگی خب کینگ تاوری که اکتیوه فکر کنم کارو در بیاره آره آره اون کینگ تاوری که اکتیوه کارو به احشا در میاره دفاع شد نکنم ازیاد بشه اینجا لیتل لیتل به چسبه تموم ها نه نه چسبه نه لیتل نه چسبه جمع شد دوستان رو گلو من شاه نیدو زد هانتر هانتر شاه نیدو زد این نایت هم که سبت راز یه شاتو به تاور زد یه راکتو تو بزنه و کار تموم است شما راکت نیدو لاک دوستانی که از نیدوی هانتر جیگرشون آلومد توی کامتا بنویسن شاه نیدو واقعا نیدو جسا بیشه فوق بود بی نظیر های داره محفی میزنه توصیه میکنم دیگه وطل نشنه یه بطل دیگه هم بگیریم از لایت رومین رومین محکش معمولا دریل میزنه ولی نه داره جاینت گراویارد با زب تکامل و خوفاش تکامل بازی میکنه بازی میدونه چجوری شده لاوا دریل گراویارد تموم شده رفت بازی بچه ها پر شده از لاوا دریل و گراویارد گراویاردش مثلا نرف شده گراویار به احشو توی بازی پر شده لنجی باز خوب نرفش کردن نرف نمیشد که بیچاره میشدیم ولی میتونه اونو بزنه لایت لایت به خاطر پویزنی که داره و اچونده که میتونه بزنه تش کنانر بچه خوبی که داره به خوفاش تکامل باج نمیده مثل خوفاش معمولی میزنتش. یعنی اون افزایش جونی که داره واسه کنونر مهم نیست ولی خب کنونر بچه جلو جلوی گراویارد خیلی زفت داره مخصوصا گراویارد و نایتویچ چون خفاشاش لا بیچاره میکنه بچه میبینی؟ ببینین رو ببینی؟ رو داشته باش خفاش خفاش بچه ها قاتل رو میبینی؟ کسافت خفاش ها بچه ها قاتل کنونر هستن ماما لاید مجبوره که حمله بکنه حمله نکنه بچه بازی و میبازه تسلای تکامل تایش تا به خود خفاش های اولیه رو بزنه دیگه خفاش های بعدی رو نمیتونه بزنه مثلا الان این دوتا خفاش رو زد بقیه خوفاش رو چی؟ حریف نمیشه میتونه کامبک بزنه لاید دیگه لاید بچه ها وحشیه و به هیچ عنوان دست کم نگیریم میتونه کامبک بزنه ولی خب او چه خوبی زد ما شلا زد که عریف اصلا انتظارشو نداشت لایت به نظرم باید چیز بکنه پویزن بزنه اینجا آخ آخ آخ, آخ. پویزنشو بچه ها نزد و نامردم سری تیرشو زد و میبینی دمه سنگی نداد دیگه کار لایت تمومه دیگه نمیشه کامبک شد اصابه با اشو افصد تو مونده دیگه نمیشه لایت باید پویزنش رو بزنه اینجا یعنی بچه لایت پویزن نداره که نمیزنه خیلی عجیبه آخه چرا نمیزنی؟ تموم کار ممکن نیست کامبک ممکن نیست یه زپ و تیر بزنه یا تیر خالی هم تموم هستش لایت فشاری بچه دفاع میکنه خلط نکنم پویزن رو برداشته چون وگرنه پویزه میزه خونجا اینجا بسید ببینم دکشو و پروفالش باید سب شده باشه نه پویزنم که بچه داشت بچه رو نمیزد رو تو دفاع تو میخوای گارد و لاک و اسپریت بندازی دمش بخوری خود چار اکسیر بده پویزن بزن برد من یعنی یکی دیگه هم وحشو بگیریم خدای من دلم رو بیاد اونم ایکس رو پلی گیره اونم بچه ها ایکس گیره دروی رو من میشناسم و دکه اصلیش ایکس رو آرچه ولی غلط نکنم داره او گزرزله میزنه اون لعنتی رو هم بچه من میشناسمش همش خوبیه دروی دریله آها متاپلیه شده میگم کسایی که دیگه اصلیشون نمیزنن معمولا متا میزنن نمیان هوگ زلزله و نمیزنن چون اصلا متا خب فکر کنم اسکلت سایکل شده باشه نه اسکلت بچو نداش همون ابیلیتی لیتل پرنس خوشگل بچو نزدیک 900 تا به تاور زاد زد مشی زمانی ابیلیتیشو زد که میدونه سریفی ایشکارت مناسبی نداره خب دریل و مایتی ماینر رو زپ تکامل و خیلی عجیبه عجیب اینه که به جای که بومبر دریف تکامل باشه اون اسکلتش تکامله خیلی عجیبه تو که دریل اسکلت خیلی میتونه اذیت کننده تر باشه ماینرش رو از دقب انداخت پوزنم که بچه زده دروی ابیلیتیش رو میزنه که به نظرم کار درستی کرد ماینر دفاع شد مایتی ماینر رو هم داریم میتونیم با رو دمره بشنیم تستا خیلی خوبی میندازه زپ تکامل یه لاگ بزنه تموم کار مشی با اینکه که شوهریفش حریفش زپ تکامل رو زد ولی بله خب خیلی محسلت لایت دفاع رو انجام میده مشی همیشه هم دریل رو از روی پل نداشیم حریف همین دلیل رو از اقب مینداخت همه سنگینی میشه فکر نکنم رو پل بندازی چرا بازم رو پول انداخت الان زف میزنه در دوستان گل من حریف لاگ داره با زف ولی خب بازی باک شده اون یه کارت لاگشو نشون نمیده اون اسفل نشون نمیده حریف دکش خیلی وحشیه راحت پتانسیل کامبک و دوستان و گول من داره بالاخره میبینی بالاخره از اقب انداخت حساب کار دستش اومد از اقب انداشیم بچه آخو. پویزن داره عریف نه دیکه عریف کلا بچه همینه یه دونم کار بکنم بیلدینگ باشه آخ این زپ تکامون زهر خودش ریخت و دمج سنگین نشد مرسی. خب در اکسی شماری لایت خیلی جلو هستش به نظرم ابیلیتی مرسی در اکسی شماری واقعا لایت جلوه ولی خب اسکلت های تکامل کارو بچه در بود سمت راست اسکلت ها نه نمیشهش با نمیشهش با مشکل نیست مرسی حریف اگه بومبرش تکامل بود خیلی میتونست کار لایت بیشتر مشکل بشه چون که خب هر سری شما باید اکسی خرش بکنی و باید بومبر تکامل رو پیشبینیش بکنی فکر نکنم دیگه بتونه حریف کامبکش بکنه چون واقعا اختلاف زیاد شده بعید بدونم یه مانه پویزن کار تموم هستش فعلا دفاع فعلا دفاع اینجا یه لاک مشتی باید بزن اینجا آخ آخ یه اسکلت و فرار کرده بود نزدیک بود که لایت بیشرف بشه بعد تابش شد یه مانه پوزه کار بچه تموم شده زب تکامل هم نمیتونه کاری از پیش ببره مرسی حریفش چندین تا پسد زده و واقعا نفیه خیلی ممنونم که تا به اینجای کار ویدیو رو بچه ها دنبال کردین لایک و کامنت و فراموش نشود که باعث دلگرمی منه همیشه گفتم باشم میگم باعث افتخار منه که برای محتوای من وقت میشنیم بچه ها ساعت دوستان گل من دو بیست و دو دقیقه شبه و من آخر شب این ویدیو رو واسه شما گرفتم دوستانی که تا به اینجای کار با من همراه بودن توی کامنت ها بنویسن دو شب که من بدونم چه افرادی تا این موقع ویدیو با من حقیر همراه بودن باعث افتخار من هستش عزیز دل منی تاج سرین رمز ویدیو فراموش نشد و دو شب تا ویدیو بعدی خدا نگه دارتون باشه